خب در اینجا هم کد مربوطه رو میخوایم بنویسیم تا موضوع بهتر روشن بشه، یعنی که چطور از در واقع مقدار پیش‌فرض استفاده کنه در صورتی که پارامتر برای اون برگردونده نشه. این کد ها رو پاک نمی کنم، میخوام کد های دیگه ای رو اضافه کنم. در اینجا خط فاصله رو ایجاد میکنم، در پایین کد های جدید رو ایجاد میکنم، مجددا علامت ادساین میکس این رو قرار میدم به این صورت و یک فاصله ایجاد میکنم، مارجین رو برای اون میخوام وارد کنم، یه مارجین خط فاصله رو میذارم، بوردر این بار از مثال دیگه ای استفاده کردم و پرانتز های باز و بسته رو میذارم به این صورتی که مشاهده میکنین، علامت دالر رو قرار میدم، عبارت کالر رو مینویسم به این صورتی که مشاهده میکنین، یک ویلگو رو قرار میدم و علامت دالر رو قرار میدم، ویس رو وارد میکنم به این صورتی که مشاهده میکنین و دو نقطه رو میذارم. حالا میخوام که برای اون در واقع یک مقدار رو وارد کنم که در اینجا یک این رو به این صورت که مشاهده میکنیم وارد میکنم، در بیرون از پرانتز آکولات های باز و بسته قرار میدم و دستورات خودم رو میخوام داخل آکولات ها وارد کنم. خب میام در اینجا عبارت border رو مینویسم، دو نقطه میذارم و یک آکولات دیگه هم باز میکنم و در بین این آکولات ها میخوام دستورات خودم رو قرار بدم. این آکولات رو به این بخش برگردونم، میخوام دستورات در اینجا نوشته بشه. عبارت کالر رو وارد میکنم، دو تا نقطه رو میذارم و از متغیر دالر کالر استفاده میکنم، دو تا سمیکالون رو در اینجا قرار میدم، ویس رو وارد میکنم به این صورت، دو نقطه رو میذارم و میام در اینجا هم مقدار در واقع دالر ویس رو وارد میکنم، دالر وی به این صورت. من کدها رو بسیار کند و به آروم مینویسم تا شما کامل بتونیم در واقع نحوه نگارش اونها رو ببینیم. در خط بعدی هم استایل رو به این صورت وارد میکنم، دو نقطه میذارم و عبارت به این صورت که مشاهده میکنم دیشد رو وارد میکنم و سمیکالون رو برای اون میذارم. در اینجا ما دوتا آکولاد بسته داریم. در بیرون از این میام یک پی رو قرار میدم که در واقع معرفه یک پاراگراف است، مجددا آکولاد های باز و بسته رو میذارم به این صورتی که مشاهده میکنیم. حالا میخوام دوباره از میکسین ها استفاده کنم، پس @sign include نباید فراموش بشه، کمی فاصله میدم، نام در واقع میکسین خودم رو وارد میکنم که در اینجا مارجین border هسته و یک پرانتز باز و بسته قرار میدم در اینجا، در داخل پرانتز میخوام که یک رنگی رو برگردونه که میتونید از نام رنگ هم استفاده کنید. من در اینجا به عنوان مثال میخوام که از نام رنگ استفاده کنم، مثلا رنگ آبی رو قرار میدم به این صورت و بیرون از پرانتز سمیکالون رو میذارم. خب در خط بعدی هم عبارت H1 رو قرار میدم که در واقع این عمل رو به H1 اختصاص بده، آکولات های باز و بسته رو میذارم به این شکل، مجددا از عبارت @sign include استفاده میکنم، در واقع با استفاده از اسپیس کم فاصله ایجاد میکنم، عبارت مارجین رو در اینجا وارد میکنم که در واقع همون نام متغیر ما هستش و عبارت border رو برای اون مینویسم، یعنی همون مارجین border رو در اینجا وارد میکنم، مجددا پرانتز باز و بسته ایجاد میکنم و در داخل پرانتز نام رنگ خودم رو که انتخاب کردم وارد میکنم، یک ویلگو رو قرار میدم و این بار تو این رو یعنی دو این رو برای اون میذارم و بیرون از پرانتز سمیکالون رو هم قرار میدم. خب در اینجا پارامتر ویس که در اینجا مشاهده میکنید و در واقع ما این رو در میکسین تعریف کردیم، مقدار پیشفرض یک این رو داره، یعنی مقدار پیشفرضش یک این هستش، یعنی اگر موقع استفاده این پارامتر ارسال نشه، پارامتری که در اینجا قرار داده شده، همونطور که می‌بینیم، بذارم موضوع رو بهتر بگم، ما در اینجا یک پارامتر در واقع بلو و تو این رو قرار داده، موقع استفاده به هر دلیل اگر این پارامتر ارسال نشه، متغیر ویس میاد از مقدار پیشفرض خودش که در اینجا یک این هست استفاده میکنه که این کار رو به صورت خودکار انجام میده. خب میایم این کد ها رو با هم کامپایل میکنیم تا نتیجه رو بتونیم مشاهده کنیم. در اینجا من این کد ها رو در واقع میام کامپایل میکنم، کد هایی که اینجا انتخاب کردیم رو کپی میکنم، در کامپایلر پیست میکنم و عملیت کامپایل رو انجام میدیم. همونطور که مشاهده میکنیم بعد از کامپایل به این شکل کد های CSS اون رو ما دریافت میکنیم، در واقع مقدار پیشوز رو برای border width یک انتخاب کردیم و مقدار دیگه ای رو مورد استفاده قرار دادیم که در اینجا دو هستش، همونطور که گفته شد به هر دلیل اگر دو رو مورد استفاده قرار ندیم و در واقع نتونه دو رو فراخوانی کنه، به صورت پیشفرض از یک استفاده خواهد کرد. اینکه این اعداد یک یا دو به چه اندازه باشن دقیقا بستگی به طراحی صفحه وب شما داره که این صفحه وبسایت شما قرار هست بردارش به چند پیکسل بوده باشه یا چند اینچ بوده باشه یا هر چیز دیگه.
این مقداری هستش که کاملا سلیقه‌ای و بنا به طراحی شماست. ما فقط اینجا این مقادیر رو به عنوان مثال میاریم که شما با نحوه نوشتن کدها آشنا باشید و بدونید که کدها رو چطور ایجاد کنید. به عنوان مثال آخر میخوایم مبحثی رو بیان کنیم و کدش رو هم بنویسیم که میشه با استفاده از این قابلیت میکسین در میکسین رو قرار داد. یعنی در واقع دو تا میکسین رو در درون هم قرار بدیم که بسیار هم مورد استفاده قرار میگیره. برای این کار تمامی کدها رو پاک میکنم و میام کد مربوطه رو می‌نویسم. فقط به نحوه نگارش و سینتکس کدها توجه کنید. در اینجا مجددا ادساین میکس این رو قرار میدم، فاصله ایجاد میکنم، عبارت کامپاوند رو به این صورتی که مشاهده میکنید در اینجا وارد میکنم و آکولاد باز و بسته رو میذارم. در بین آکولاد باز و بسته میخوام که دستوراتی رو بنویسم، ادساین این کلود رو وارد میکنم چرا که میخوام در واقع از اینها استفاده کنم. در اینجا عبارت هایلایت رو میخوام در واقع وارد کنم به این صورت که مشاهده میکنید یک خط فاصله یا همون دش رو ایجاد میکنید، هایلایتد البته بعد نوشته بشه، و بکگراند رو براش وارد میکنم به این صورت و با این روش نگارشی. خب بعد از نوشتن میایم در واقع کتا رو کمی اصلاح میکنیم. خب بکگراند رو وارد میکنیم در اینجا و سمیکالون رو قرار میدیم. در خط بعدی مجددا ادساین اینکلود رو قرار میدیم به این صورتی که مشاهده میکنید، یک فاصله ایجاد میکنیم و عبارت هدر رو در اینجا وارد میکنیم به این صورت که مشاهده میکنیم، یک خط فاصله یا دش قرار میدیم، اگرات تکست رو مینویسیم و سمیکالون رو قرار میدیم به این صورت که مشاهده میکنیم. خط بعدی و بیرون از آکولاد میخوایم که از میکسینا استفاده کنیم، ادساین میکس این رو در اینجا قرار میدیم، یک فاصله ایجاد میکنیم، عبارت هایلایت رو که در اینجا نوشتیم رو میخوایم در اینجا هم داشته باشیم. خب در اینجا هم هایلایتد رو به این شکل وارد میکنیم، خط فاصله، بکگراند به این صورت، مجددا یک آکولاد باز و بسته رو ایجاد میکنیم در اینجا. خب داخل آکولاد های باز و بسته میایم بکگراند کالر رو وارد میکنیم، به جای بکگراند اچش که فیکس رو داده ما کالر رو میخوایم استفاده کنیم به این صورت، و دو نقطه رو میذاریم، علامت شارپ رو قرار میدیم و یک کد رنگ رو وارد میکنی که من در اینجا مجددا از فتوشاپ میخوام استفاده کنم تا کد رنگ مورد نظر خودم رو به دست بیارم. منتظر میشم نرم‌افزار فتوشاپ اجرا بشه. خب در اینجا فتوشاپ اجرا شده و من کد رنگی رو به صورت موقت فرق نمیکنه چی باشه رو از اینجا برمیدارم، در این بخش پیست میکنم و اول کد رنگ خودم رو قرار دادم. خب سمیکالون رو هم میذارم، بیرون از آکولاد باز و بسته میام، مجددا از ادساین میکس این استفاده میکنم، این بار مقدار هدر رو وارد میکنم به این صورت و یک دش تکست چون هدر تکست بودش، آکولاد باز و بسته رو میذارم تا مقادیر مربوط به هدر تکست رو هم وارد کنم. خب چیزی که برای تکست نیاز هست همیشه فونت هست، فونت سایز رو در اینجا من قرار میدم به این صورتی که مشاهده میکنی، دو نقطه رو میذارم و مقدار مورد نظر خودم رو وارد میکنم. مثلا من در اینجا میخوام مقدار 14 پیکسل بوده باشه و سمیکالون رو قرار میدم. در خط بعدی میام علامت شارپ رو قرار میدم و عبارت سام رو در اینجا وارد میکنم. خب آکولات های باز و بسته رو ایجاد میکنم و در داخل آکولات میخوام از این میکسین استفاده کنم، بنابراین ادساین این کلود رو قرار میدم به این صورت، یک فاصله ایجاد میکنم و اسم در واقع میکسین خودم رو که در اینجا هست وارد میکنم. اسم میکسین من چی بود؟ کام پوند. به این صورت اسمش رو وارد میکنم و سمیکانون رو قرار میدم و کد رو ذخیره میکنم. خب این کد رو هم کامپایل میکنیم تا نتیجه رو با هم ببینیم. میام کدهایی رو در اینجا قرار میدم، خب اینا رو کلیر میکنم و کد جدید رو وارد میکنم، روی دکمه کامپایل کلیک میکنم و بعد از اینکه کد کامپایل شد نتیجه رو در اینجا مشاهده میکنم و میبینید که به این صورت به ما خروجی CSS اون رو تحویل میده. تا این بخش هم با مباحث مربوط به میکسین ها آشنا شدید و در نهایت هم یاد گرفتید که چطور از میکسین ها در داخل میکسین ها استفاده کنید. چیزی که مهمه با تمرینات و تکرار زیاد میتونید تسلط خوبی رو به این کد ها و در کل به سینتکس ساس داشته باشید، ولی به شرط تمرینات و آزمون و خطاهای زیادی که در پیش دارید. در بخش بعدی آموزش ساس میخوایم شما رو با مبحث وراثت آشنا کنیم و یاد بگیرید که کاربردهای وراثت در ساس چی هست.